سلام دوستای عزیز، شب و روزتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم فرصتی شد تا با یک آموزش جدید در خدمت شما باشم. در کانال محمود بیست شما میتونید روزانه مطالب آموزشی رو به صورت ویدیو مطالعه و مشاهده بکنید. در ویدیوهای گذشته من روش‌های کسب درآمد از سایت‌های مختلف رو که به صورت افیلیت مارکتینگ بود بهتون آموزش دادم، مثل کلیک بانک یا سایتی که شما میتونستید از طریق اون با کپچا وارد کردن یا کدهای امنیتی میتونستید درآمد داشته باشید، یا وبسایت فایور که به شما در دو ویدیو مجزا بهتون آموزش دادم، یا سایت گیک بوینگ که بهتون گفتم شما چطور میتونید دراپ شیپینگ بکنید و به صورت خیلی راحت هم توضیح دادم در مورد روال دراپ شیپینگ کردن. در یک آموزش کاربردی هم به شما یاد دادم که چطور باید محصولاتی که دراپ شیپینگ میکنیم رو به راحتی بفروشیم. امروز میخوام با شما در مورد دو وبسایت ایرانی صحبت بکنم، دو تا از استارتاپ های فوق العاده موفق ایرانی برای اون دسته از دوستانی که در زمینه هنرهای دستی فعالیت دارن و میتونن از طریق هنرشون توی این دو تا وبسایتی که امروز معرفی میکنم کسب درآمد داشته باشن. این دوستانی که در ایران هستن از این دو وبسایت حتما استفاده بکنن و از خدمات اینها بهره ببرن. اولین وبسایت، وبسایت گلوریان، که وقتی شما وبسایت گلوریان رو باز بکنید مشاهده میکنید که خدمات این وبسایت تماما محصولات دست سازی هست که هنر مردم کشور ایرانه. تمام دوستانی که در زمینه های مختلف، مثلا میتونن دستبند بسازن یا میتونن ساعت بسازن، تماما دست ساز و هنر دستی هست، میتونن توی این وبسایت بیان فعالیت بکنن، اکانت بسازن. اگر در زمینه معرق تخصص دارید، اگر در زمینه چوب تخصص دارید، اگر میتونید دستبند های زیبا، عروسک های قشنگ یا خیلی از محصولات جالب رو بسازید، میتونید بیاید داخل این وبسایت و کسب درآمد خودتون رو شروع بکنید. هدف من از معرفی این دوتا وبسایتی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم، هم از بیزینس های داخل کشور حمایت کردن هست و هم اینکه شما رو ترغیب بکنم به اینکه میتونید داخل ایران هم درآمدهای خوبی رو از آن خودتون بکنید. ببینید توی این وبسایت ها که امروز به شما معرفی میشه، هر دوی اینها امکان ساختن یه پیج فروشگاهی یا یه قرفه و یا یه صفحه مختص به خودتون رو در اختیارتون قرار میده. یه وبسایتی هم هست به اسم etsy.com که این وبسایت خارجیه، اون هم دقیقا شبیه همین وبسایت، شما میتونید محصولات دستی بفروشید و این فروشگاه ها فروش های خیلی خوبی رو میتونن انجام بدن چون کارهاشون خاصه. یعنی شما نیاز نیست یه تولیدی بزرگ داشته باشین، حتما تو خونت که نشستی میتونی این محصولات رو به راحتی طراحی بکنی. ببینید گردنبند یا مثلا کوسن طراحی کردن، تمام اینها رو ببینید. شما میتونید به همین روش و به همین روالی که بقیه انجام میدن کسب درآمدتون رو از محصولات دستسازتون انجام بدید. ببینید در توضیحاتی که در گلوریان منتشر شده نوشته بازار آنلاین محصولات دستسازیه که میاد معرفی میکنه دستسازهای خاص و منحصر به فرد و یه فضایی ایجاد میکنه برای خرید فروش محصولات و میگه ما داریم تلاش میکنیم تا ایده ها رو برای انتخاب و خرید هدیه خاص به راحتی در اختیار مشتری ها قرار بدیم و بیایم به افرادی که تولید کننده یا سازنده این محصولاتن کمک بکنیم تا از لحظه که دارن این اثر رو خلق میکنن و از لحظه آفریدن دستسازهای خلاقانشون تو فضای منصفانه کسب درآمد بکنن. پس خب خیلی راحت به شما توضیح میده که شما به راحتی میتونه کسب درآمد داشته باشی از این وبسایت. خانم هایی که در خونه هستن، من دوستانی رو میشناسم که حتی مثلا میان یه قطعات خیلی کوچیکی رو میگیرن از بازار تهیه میکنن، بعد اینها رو کنار هم دیگه قرار میدن، به عنوان دستبند نوزاد توی بازار میفروشن با قیمت های مثلا هولوش 120 هزار تومان قیمت میزنن بابت فروشش، اونها رو در پیج های اینستاگرامشون میفروشن. اما توی این وبسایت شما نیازی به تبلیغات ندارید، شما فقط باید تأمین کننده باشید. یعنی شما کالا رو مثلا میسازید، آماده میکنید و به محض اینکه توی این وبسایت سفارشی برای شما ثبت شد، سریع به شما اطلاع داده میشه و شما میتونید اون محصول رو آماده و ارائه بدی به مشتری و برای مشتری پست میکنید. این وبسایت ها هم به صورت واقعا کاملا منصفانه میان پول رو
بعد از اینکه شما جنس رو برای مشتری فرستادی و مشتری کالا رو دریافت کرد، پول رو به حساب شما انتقال میدن. سود این وبسایت ها از درصدی هست که از محل فروش شما اخذ میکنن. یعنی اگر این محصول 300 هزار تومان قیمتشه، به عنوان مثال بین 5 درصد 10 درصد یا اون مبالغی که خود سایت با شما قرارداد می‌بنده که معمولا متغیر هم هست از شما میگیره. خب این یه روال کاملا طبیعی در سرتاسر دنیا است. یعنی شما چه در سایت‌های داخل ایران چه در سایت‌های خارج از کشور بخواید این بیزینس رو به این شکل انجام بدید، این درصد کاملا طبیعیه. یعنی اصلا جایی برای نگرانی نداره. یعنی شما اگر 300 هزار تومان داری سود می‌کنی، شاید این کاری که انجام میدی مثلا 70 هزار تومان کل هزینه باشه که شما بابت تهیهش انجام داده باشی، تا 300 هزار تومان شما 230 هزار تومان میمونه. خب بین 300 تومان اگر شما 5 درصد یا 10 درصد هم به این وبسایت بدید، باعث شده که شما کالاتون رو به فروش برسونید، باعث شده که شما کالاتون رو به افراد جدیدی معرفی بکنید و باعث شده شما رو به عنوان یه فرد هنرمند توی کشور بشناسن. چون شما به زمانی که کالا رو توی خونه الان داری درست میکنی، دغدغت بازاریابی کالاست، توی این وبسایت خبری از دغدغه نیست، چون اینها بابت سایتشون دارن تبلیغات میکنن. تبلیغات به چه مفهومیه؟ به این مفهوم که اینها مشتری رو میارن تو سایت و محصولات مختلف رو در گروه های مختلف مشتری معرفی میکنن. ببینید همینطوری که میبینید در زمینه اکسسوری یا پوشاکی یا لوازم خونه یا وسایل سرگرمی، اینها دستبندی های مختلفی دارن. اینها خودشون رو ملزم کردن برای این که میخوان کسب درآمد بکنن تبلیغات بکنن. یادتون باشه دوستان عزیز، این وبسایت ها از محل فروش شما دارن سود میبرن، پس براشون این مهمه که بتونن بازدید کننده به سایتشون بیارن و این بازدید کننده تبدیل بشه به مشتری، مشتری هم تبدیل بشه به سود. و سود یه مسئله ایه که برد برده، هم سایت سود میکنه و هم شما سایت سود میکنه. درسته که سایت پول ابزار اولیه کالای شما رو نمیده، اما وبسایت بعد از اینکه آماده سازیش انجام شده نیاز به پشتیبانی داره، نیاز به خدمات داره، نیاز به نگهداری داده ها داره، نیاز به تبلیغات داره و خیلی از خدمات دیگه‌ای که اینجا این وبسایت ها دارن انجام میدن. توی ایران الان این دوتا وبسایت وبسایت‌های فوق‌العاده موفقی هستن. گلورین رو شما میتونید داخلش ثبت نام کنید. اینجا نوشته فروش در گلورین، شما میتونید ثبت نام بکنید. بعد از اینکه ثبت نام کردید به عنوان فروشنده، میتونید محصولات خودتون رو اد بکنید. یادتون باشه دوستان عزیز، حتما حتما عکس‌های با کیفیت و در زوایای مختلف از محصولاتتون بگیرید. یه ابزاری هست به اسم فراموش کردم خدایا، جعبه هایی که مخصوص عکس هنریه، به اسم باکس لایت. آره باکس لایت، که شما توی این محصولات با این باکس لایت میتونید تصاویر رو به اشکال مختلفی از محصولتون خلق بکنید. دقیقا ببینید این عکس رو ببینید، شاید مثلا شما این عکس رو الان ببینید خیلی راحت از کنارش بگذارید، اما این رو واقعا روش کار کردن، بک‌گراندش یا فضای دوروبرش تماما سفیده. و سعی کنید عکس های هنری و قشنگی بگیرید تا مشتری از تمام زوایا بتونه محصول شما رو ببینه. مثلا من در این صفحه اگر قرار باشه براتون چک بکنم، میتونم بهتون بگم که کدوم کالاها بیشترین زمان روی تصویر و عکس گرفتنشون گذاشته شده. ببینید این عکس، خب یه مقداری بک‌گراندش کدره، تاریکه، اما این جاشمعی که اینجا آماده شده مدل جانان، ببینید بک‌گراندش سفید و احتمالاً از زوایای مختلف دیگری هم باید از این کالا عکس گرفته باشه. خب این خیلی تاثیرگذاره در فروش. و یکی هم این کوسنی که شما اینجا دارید میبینید توی این صفحه که الان داریم میبینیم 18 تا عکس توی این مرحله، ولی فقط دوتا از این عکس‌ها قشنگه و اگر دقت بکنید شاید این دوتا بیشترین فروش رو هم داشته باشن. اما بقیه عکس‌ها ببینید، این عکس بک‌گراندش خیلی تاریک و تیره است و مشتری راحت نمیتونه تصویر مورد نظر رو از زوایای مختلف ببینه. یا مثلا این کالا، یا مثلا این دستبند که سایه هم داره. ببینید اینها رو سعی کنید کالاهایی رو تهیه بکنید توی باکس لایت های راحتی. این کار رو میتونید در تو خودتون طراحی بکنید، یا یه فضای بک‌گراند سفید، یه پارچه میتونید بذارید یه جایی که نوری هم بهش بدید، نور سفید،
و بعد عکستون رو بگیرید که دقیقا به این شکل حرفه‌ای در بیاد تا کاربر بتونه بدون چیز اضافه ای این کالا رو مشاهده بکنه. پس گلورین فراموشتون نشه، به عنوان یه فروشنده یه فروشگاه بسازید و شروع بکنید. شک نکنید، اگر بیزینس شما دارید براش کار میکنید، بقیه هم به خاطر اینکه به کسب سود برسن برای بیزینس هاشون دارن تلاش میکنن. پس به این حرکت شما هم بپیوندید، شروع بکنید و استارت این کار رو بزنید. این برای یک تعدادی از دوستان در تهران هست که دارن این کار رو انجام میدن. خب بیزینس موفقی هم امیدوارم باشه و برای این دوستانمون آرزوی موفقیت داریم. من آدرس این وبسایت گلورین رو در انتهای ویدیو و در قسمت توضیحات خواهم گذاشت. میریم سراغ سایت بعدی، سایت باسلام هست، یکی از وبسایت هایی که در شهر مقدس قم و در منطقه و در شهرک پردیسان واقع شده. خب اون شهرک، شهرکی مثل مناطق کجای تهران، مثل شهر پرنده، مناطقی که خونه های مسکن مهری، منطقه فوق العاده خوش آب و هوایی هم هست و یه استادیوم فوتبال هم دقیقا روبروشه و منطقه جالبیه. در هر صورت این برای دوستانمونه در شهر قم فوق العاده کار قشنگی انجام دادن، یکی از وبسایت های موفق هم محسوب میشه. به عنوان یه استارتاپی که در شهرستان در شهر قم واقع شده، واقعا جای حمایت داره، چون دوستانی که این وبسایت رو آماده کردن مشخصا افراد خلاقی خواهند بود. کاملا مشخصه از نوع ایده ها و نوع گرافیک و حتی طراحی و پیاده سازی این وبسایت که شما میتونید به راحتی توی این وبسایت ثبت نام بکنید و یه قرفه به عنوان مثال یا یه فروشگاه مختص خودتون رو دریافت کنید، میتونید از این وبسایت فوق العاده عالی استفاده بکنید. 3700 تا فروشنده توی این وبسایت هستن یا 3700 تا قرفه، 50000 تا محصول داره و توی 380 تا شهر ایران افرادی که کالاهایی رو دارن میفروشن اینجا اومدن و فروشنده هستن. به عنوان مثال مشتری مثلا بخوایم نگاه بکنیم، حتی اومدن قصه های کسب و کارهای خودشون رو هم اینجا نوشتن. طرف در شهر خراسان جنوبی، در استان خراسان جنوبی شهر سربیشه، در مورد محصولاتی که توی این منطقه بوده اومده صحبت کرده و گفته به چه شکلی تونسته موفق بشه. یا خانمی خاطره دخترش رو تعریف کرده که توی فرهنگ سرا میبرد و یک ساعت این طول میکشه تا بچهش بیاد، از همین فرصت استفاده کرده و رفته سفالگری یاد گرفته و الان توی این وبسایت دارن کسب و کار انجام میدن. توی این وبسایت شما میتونید بین این 3700 تا فروشنده، شما هم میتونید فروشنده باشید. همینطور که در اون توضیحات وبسایت قبلی به شما گفتم، این وبسایت ها با هدف رونق کسب و کارهای افراد ساکن در خونه یا افرادی که شغلی دوم میخوان داشته باشن. ببینید توی این وبسایت به عنوان مثال بخوام نگاه بکنید، تمام حتی محصولات کشاورزی رو هم میاد از کشاورزها به همین راحتی در اختیار شما قرار میده. یعنی شما میتونی همه چی رو به صورت دست اول بگیری. اگر میوه خوش شده میخوای، اگر حبوبات و برنج میخوای، اگر عسل میخوای، لوازم آشپزخونه، پوشاک یا هر چیزی. ببینید حتی عسلش مثلا عسلیه که از خود کشاورز دریافت میکنه، از خود کسی میگیره که زنبور داره و زنبور داره. محصولات چرمی اونهایی که دارن تولید میکنن، کیف و این مسائل رو از افراد تولید کننده که خودشون دستساز اینها رو آماده میکنن داره تهیه میکنه و توی این وبسایت قرار میده. در دسته بندی های مختلف ببینید، راجب کشمش، راجب زیتون، ترشی، میوه سبزیجات، ادویه و چاشنی، تمام محصولاتی که توی این وبسایت ها آماده میشه محصولاتی از دستساز، نه اینکه قرار باشه شما یه کارخونه تولیدی داشته باشی و مثلا قرار باشه یه عالمه فروشت رو بیای توی این وبسایت انجام بدی. نه، تمام اینها دستساز هست. یعنی اون افرادی که میان توی این وبسایت ها شروع میکنن و بیزینس و کسب درآمد انجام میدن، تماما تخصص دستساز خودشونه. طرف ببینید مثلا مهندس نرم افزاره، اما کاری که انجام داره میده الان در فروش محصولات مثل حبوباته. یا مثلا طرف در زمینه علم و هنر فعالیت داره و هنرش رو به اشکال مختلف آماده میکنه، بسته‌بندی میکنه و از طریق این وبسایت به افراد مختلفی به فروش میرسونه. یادتون باشه باسلام.com خب خیلی دامین قشنگی هم داره. شما وقتی یه جایی میخواد صحبت بکنید پشت میکروفون قرار میگید، میگید با سلام و عرض ادب. همون با سلامه تو ذهنتون باشه، این وبسایت مطمئنا تو ذهنتون خواهد بود و
و تجربه خودتون رو با سلام بیاد شروع بکنید. این وبسایت حتی امکان عودت کالا رو هم داره، حتی اگر فروشنده نیستید و میخواد خریدار باشید، خب از این وبسایت میتونید استفاده بکنید. این وبسایت هم مثل سایت گلورین که بهتون معرفی کردم امکان ورود یا ثبت نام داره، میتونید ثبت نام بکنید و به عنوان یه فروشنده ببینید چقدر قشنگ این ایده قشنگی رو پیاده کردن. از سراسر دنیا اینها، از سراسر ایران اینها رو جمع کردن به اشکال و اقوام مختلف و تصویر گرفتن و این تصویر خودش نمایانگر بیزینسی هست که اینها دارن انجام میدن. یادتون باشه اگر اینها سود بکنن و اگر شما سود بکنید، این بیزینس ها پایدار خواهد بود، یک معامله برد برده. پس این وبسایت ها به خاطر اینکه خودشون برد بکنن تمام تلاششون رو به کار میبرن، به خاطر اینکه بتونن به وبسایت خودشون بازدید کننده واقعی وارد بکنن و بازدید کننده وارد بکنن که بتونن بفروشن. اگر شما بتونید با هنر دستساز خودتون، با تخصص خودتون توی این وبسایت ها ثبت نام بکنید و حرکت خودتون رو شروع بکنید، شکی نداشته باشید که در همون ایران به راحتی شما میتونید از طریق این وبسایت ها درآمد خیلی خوبی رو از آن خودت بکنید. حتما حتما قسمت فروش در باسلام رو کلیک بکنید و استارت بیزینس خودتون رو توی این وبسایت هم بزنید. امیدوارم از آموزش امروز خوشتون اومده باشه. سایت گلورین و باسلام رو بهتون معرفی کردم، لینکاش رو در انتهای ویدیو در قسمت توضیحات میذارم. لطف کنید کانال من در یوتیوب محمود بیز رو حتما سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله رو هم بزنید. ویدیو رو بعد از اینکه دیدید لایک بکنید، برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید، نظرتون رو حتما با من در میون بذارید. براتون آرزوی شب و روز خوبی دارم، موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدارتون.